قرآن کریم فرموده است، بسم الله الرحمن الرحیم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. یعنی اگر احسان کردید، هر کی احسان کنه به خودش برمیگرده این احسان، هر کیم اساءه کنه، بدی کنه، این بدی به خودش برمیگرده. این یک قانون تکوینی و تشریعی الهی است در بندگان خدا. هر کسی، مرد یا زن، جوان یا پیر، دانشمند یا اونی که حتی نوشتن و خوندن بلد نیست، هنرمند یا اونی که هیچ هنری نداره، مریض یا سالم، فقیر یا غنی، هر کسی در هر حالی کار خوب بکنه ولو فایده اش را دیگری میبره، اما قبل از دیگری این خود اون شخصه که از اون خوبی برخوردار میشه. روایت داره آقا امیرالمؤمنین صلوات الله علیه یه بار فرمودن من به احدی خوبی نکردم و کسی به من بدی نکرد. فرمودن این را که حضرت فرمودن، کسی به حضرت عرض کرد یا امیرالمؤمنین شما همش به مردم خوبی کردید، مردم بعضیاشون نسبت به شما بدی کردن. حضرت این آیه را تلاوت کردن، فرمودن مگر ندیدید فرمایش خدای تبارک و تعالی را، این احسنتم احسنتم لانفسکم. شخصی که خوش اخلاقه، تو جامعه خوش برخورده، اگر کسی بد اخلاقی میکنه این با خوش اخلاقی برخورد میکنه، اگر مشکلی پیدا کرد صبر میکنه، اگر دنیا به او اقبال کرد خودشو گم نمیکنه، بد نمیکنه، راست میگه، کسی را ظلم نمی کنه، به کسی اذیت و آزار نمی رسونه. این شخص خدای تبارک و تعالی او را خوب قرار میده، نه خوبی میکنه، جامعه هم از او احترام میکنن، با او خوش برخورد خواهند بود. حالا ممکنه تو هر جامعه یه استثناهایی باشه. و به عکس، کسی که مردم را اهانت میکنه، کسی که ظلم میکنه، یه روزی این ظلم، این اهانت به خودش برمیگرده. دقیقا مثل کسی میمونه که از نظر خوراک بهداشتی عمل میکنه، این ناخوش نمیشه، اما اگر بهداشتی عمل نکرد ناخوش میشه. کسی که غذای غیر مناسب خورد مریض میشه، کسی که مواظب بود غذای غیر مناسب نخوره از این جهت مریض نمیشه. این یک قانون عام الهی است که در قرآن کریم خدای تبارک و تعالی فرموده در مردم هم این قانون پیاده است. دو تا خواهر، دختر و مادر، دو تا هم عروس، دو تا یک مادر شوهر و یک زن فرزند، فرق نمی کنه. احسان به دیگری، این به خود انسان برمی گرده ولو دیگری هم استفاده ازش می کنه. اگر کسی در شب تاریک یه چراغی روشن کرد،
از این چراغ خودش استفاده میکنه، دیگری هم از این نور استفاده میکنه، اونایی که نزدیک اونجا هستن اونام از اون نور استفاده میکنن. در شب تار وقتی که ماشین چراغش روشن میکنه تو خیابون میره، تو صحرا داره میره، این روشنی فایدهش برگشتش به خود همین کسایی که تو ماشین هستن، گرچه از این روشنی کسای دیگر که تو اون تاریکی زندگی میکنن اونام استفاده میکنن، اما عمده فایده مال خود همینیه که چراغ روشن کرده، مال خود همینیه که چراغ در اختیارشه. این یک قانون تو همه جاست، تو خانه همینه، تو مدرسه همینه، تو ماشین انسان سفر داره میره همینه، این کسی که پلوش نشسته، این کسی که با هم کلام میشن، تو حرم انسان میره همینه، تو مسجد همینه. انسان وقتی که خوش برخورد بود، این انسان دنیا و آخرتش خوب خواهد بود. خوب نه معناش اینه که دنیا بهشت میشه، چون دنیا دنیاست، بنا نیست دنیا بهشت باشه، مثل اینکه بهشت بهشته، بنا نیست بهشت دنیا باشه، اما دنیاش خوب میگذره، خوب در حد دنیا. اما اگر کسی اساءه کرد، کسی بدی کرد، این بدی به خودش برمیگرده. آقا حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه مکه مکرمه بودن، یه شخصی از یمن جنوب حجاز از اون طرف آمده بود به مکه، آمد خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. وقتی که وارد شد حضرت بهش فرمودن برادرت کو؟ گفت یا ابن رسول الله، اینا دو تا برادر بودن از یمن بیرون اومده بودن که با هم بیان مکه. توی راه به یه جایی رسیدن، دو تا برادر اختلافشون شد سر یه مسئله ای، نزاع کردن، دعوا با هم کردن، به هم دیگه فحش دادن، بعد گفتن به هم دیگه و قهر کردن، از هم دیگه جدا شده. این از یه راه اومد، اونم از یه راه دیگه. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه تا این را دیدن فرمودن اینه اخو، کو برادرت؟ گفت یا ابن رسول الله، ما با هم اومدیم تا فلان جا بودیم و دیگه از اونجا اون نیمد با من، چیزی نگفت. حضرت بهش فرمودن میگی جریان چی بود یا من بگم چی بود؟ ساکت شد. آقا حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه بهش فرمودن شما به اون ده که رسیدید با هم دیگه تندی کردید، فحش به هم دیگه دادید، قهر کردید، جدا شدید از هم دیگه، چون دو تا رحم بودید، دو تا برادر بودید، هر دو تقصیر داشتید، هر دو قطع رحم کردید. یعنی حالا اون فحش داد، شما بنا بود صبر کنی، تحمل کنی، شما تحمل نکردی، شما هم فحش دادی، اون جدا شد از شما، شما بنا بود تحمل کنی، شما هم جدا شدی. این جدایی، این قطع رحم از هر دو صادر شد، تقصیرش مال هر دوتون بود. خدای تبارک و تعالی به جبرائیل امر کرد عمر هر دوتون را قیچی کنه و بنا شد هر دو بمیرید. حضرت فرمودند وقتی که جدا شدید، تو راه که آمدی در فلان ده یک عمه‌ای داشتی، گفتی برم یه سری به این عمه بزنم، رفتی به زیارت عمت، صله رحم کردی، به خاطر این صله رحمی که کردی خدای تبارک و تعالی به حضرت عزرائیل امر کرد 20 سال در عمر تو اضافه کنه، اما برادرت چون همچی جبرانی نکرد خواهد قبل از بازگشت به
شهر و خانه اش از دنیا بره و بیمیره. خود این شخص میگه بعد که برگشتم به یمن به شهرمون اینا، شنیدم که برادرم تو راه فوت شده، مرده رفته. حالا اگر آقا حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه این قصه رو باز نمی کردن، خود همونام نمی دونستن، تا امروزم بیش از 1000 سال این قصه رو ما اطلاع نداشتیم. همه چیز دنیا همینه، قصه های خود ما رو کسی نیست باز بکنه متوجه نمیشی. اما این یک قانون مسلم الهیه، این دو برادر که بنا شد اجلشون رسیده باشه و هر دو عمرشون قطع بشه و بمیرن، این یکیشون یه احسان کرد ولو رفت به زیارت عمش، عمه خوشحال شده، پسر برادرش رو بعد هرگز دیده، اما این احسان به خودشه که 20 سال عمرش اضافه شده قبل از اینکه احسان به اون عمه باشه. صله رحم همینه، بر والدین، با پدر و مادر انسان خوب رفتار کردن همینه، پدر و مادر نسبت به اولاد مربی باشن، تربیت کن باشن، نه فقط امر و نهی کن، این همینه. بسیاری بسیاری از گرفتاری های مختلف که یکی از اون گرفتاری ها مرگ های زود رسه، بسیارش نتیجه همینجور مسائله. یعنی شخص چند دقیقه تحمل نکرده یا عمرش رو قطع کرده. این نه اینکه خدای تبارک و تعالی استثناءً امر میکنه به حضرت عزرائیل که عمر این قطع بشه، نه، تو قرآن فرموده این قانون خداست در دنیا، این قانون، این نظام کونه. اینجوری ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یه قطع رحم عمر را از بین میبره، قیچی میکنه، مرگ میرسه، یه سال رحم بعدش 20 سال عمر را اضافه میکنه. حالا این چقدر وقت صرف کرده برای اون سال رحم؟ فرمودن به صلته که عمتک. چقدر وقت صرف کرده؟ آیا چند ساعت بوده؟ چند روز بوده؟ وقت 20 سال عمرش اضافه میشه. تو این 20 سال نماز میخونه، روزه میگیره، حج اومده بوده، اطعام میکنه، ذکر میگه، دعا میخونه، کارهای خیر میکنه. مال چیه؟ مال یه احسانی که کرده، که احسان خیال کرده برای خوبی یه عمه بوده، اما در عین حال به خودش برمیگرده. خوب است ماها در این، تا انسان تو دنیا هست، در هر شرایطی هست، سعی کنه اون چه ازش میاد با دیگران خوش برخورد باشه، با احسان عمل بکنه، حتی اگر کسی با انسان بدی کرد. یک شخص مؤمن، یک مرد مؤمن، یک زن مؤمنه، در هر شرایطی هست، این خوبه مثل یک شیشه عطر باشه. شیشه عطر همش بوی خوش میده، تو تاخچه بذارن، تو لباس بذارن، تو بخچه بذارن، با خودش انسان برداره، بوی خوش میده. اگر یک کسی هم زد این شیشه عطر رو به زمین و شکست، به خود همونی که شکسته عطر میپاشه. یه دونه مؤمن، یک مؤمنه، از یه دونه شیشه عطر خودش را کمتر حساب نکنه. شیشه عطر بدی به کسی نمیکنه، بوی بد نداره. یک مرد مؤمن، یک زن مؤمنه، باید همیشه اخلاقش خوب باشه، حتی اگر کسی با او بد اخلاقی کرد. حالا شوهر بد اخلاقی بکنه، زن باید مثل شیشه عطر خودشو حساب کنه، تحمل کنه. زن بد اخلاقی کرد، شوهر تحمل کنه. مادر بد اخلاقی کرد، دختر تحمل کنه. دختر بد اخلاقی کرد، مادر تحمل بکنه.
همسایه بد اخلاقی کرد، همسایه تحمل بکنه. حسین، حسین.